درود بر همه شما دوستان عزیز. در اینجا قصد دارم یکی از مهمترین المان‌های برنامه نویسی و قابلیت‌های اچمای کینکو رو خدمتتون توضیح بدم. اسم این المان ایونت هست یا رخداد که شما میتونین اتفاقاتی که روی اچمای شما میفته رو میتونید روی یک اسکرین یا یک صفحه خاص بیاین و به نمایش بگذارید. خب این فرقش با آلارم چیه؟ آلارم اگر خاطرتون باشه، حالا قبلتر ما گفتیم میتونستیم اونو به صورت یک پنجره یا به صورت یک اسکرول بیاد، مثلا از روی صفحه رد بشه و ما میتونستیم اونو ببینیم. خب آلارم بعد از این که حالا اون تریگرش از بین میرفت، آلارم هم پاک میشد، که نمونه شو برای دوتا آلارم توی آموزش های قبلی خدمتتون توضیح دادیم. ایونت یه قابلیت خیلی خوبی داره، اینه که ما میتونیم کاری انجام بدیم که یا تنظیمات رو طوری براش در نظر بگیریم که بعد از این که اون مشکل برطرف شد، اون ایونت یا اون رخداد ثبت بشه. حالا در حین توضیحات قابلیت بیشتر ایونت رو خدمتتون توضیح خواهم داد. خب اولا که این ایونت رو از کجا ما میتونیم بیاریم؟ این صفحه‌ای که الان من آوردم ایونت دیسپلی هستش، که اگر شما بیاید و اینجا رو نگاه بکنید توی قسمت PLC part ایونت دیسپلی هست که میتونید اینو وارد محیط برنامه‌نویسی بکنید. خب این هم مثل دقیقاً آلارم که ما آلارم اینفورمیشن داشتیم، اینجا هم ایونت اینفورمیشن داریم. یعنی باید حالا که این صفحه یا جدول رو آوردیم، باید بهش بگیم که چه چیزهایی باعث بشه یا چه تریگرهایی، چه حافظه هایی میتونه باعث بشه که ایونت فعال بشه. خب اول من این رو توضیح بدم اگر اجازه بدیم، اول خود ایونت اینفورمیشن رو. اگر من به این صورت باز بکنم، شما میبینید که من این همون alarm information اومدم دوتا براش event تعریف کردم. خب من وارد یکی از اینا میشم، modify رو میزنم، از بالا توضیح میدم. این memory 00 خب مثل همون alarm هستش. اینجا هم بهش گفتم اگر شما on شدی بیا این رخداد یا event رو به من نشون بده. قسمت پایین اومدم یه متن رو براش در نظر گرفتم که خب این متن رو ما روی آلارم هم داشتیم. از این قسمت پایین اگر بخوایم فونت رو میتونیم براش تغییر بدیم اگر خواستیم. توی قسمت سمت راست اینجا اگر خواستیم میتونید بوزر یا یک بوغی رو هم براش در نظر بگیریم، که مثلا من اینجا الان یک ثانیه در حالت معمول نیازی نیست، فقط این یک ثانیه رو در نظر گرفتم که شما متوجه بشین این ایونت مثلا اتفاق افتاده. برای دومی یا ایونت دوم هم دقیقا همین کار رو انجام دادم، فقط آدرسش شده مموری 0 و 1. اینجا که آن هست، رخداد 2، مثلا بوزرشو گذاشتن 2 ثانیه که با شماره 1 تفاوتی داشته باشه. این از خود ایونت اینفورمیشن، که مثلا مثل برنامه قبلی که برای آلارم 2 تا در نظر گرفتم، اینجا هم دو تا مموری 0 و 0 و 0 و 1 براش در نظر گرفتم. خب اگر اینجا من وارد خود ایونت دیسپلی اگر بشم، شما میبینید که روی صفحه اول که چیزی نداره، یه آدرس پیش‌فرض داره که من این آدرس رو میذارم همون لو ورد 0 باشه و اینو تغییر نمیدم. مهمترین قسمت ایونت دیسپلی صفحه ایونت اینفورمیشن هستش، که اینجا شما میتونید به این صورت ببینید. اولا که تعداد ردیف و فاصله ای که یا اسپیس هایی که میتونین براش در نظر بگیرین، اینجا میتونین تغییر بدین که این رو باید متناسب با فونت نوشتتون و تعداد حروفی که حالا اون نوشته داره میتونین اینجا براش در نظر بگیرین، که این بحث ظاهریه، ما میذاریم همون حالت پیش‌فرض باشه. چند تا رنگ اینجا در نظر گرفته که حالا این رنگا رو خدمتتون توضیح میدم که چی هستش. میاد اولا که این قسمت پایین رو من توضیح بدم، اومده گفته که اگر من این تیک
کلیر ایونت رو اگر فعال بکنم نوشته وان بای وان، یعنی که دونه دونه شما میتونید اگر خواستی بیاین ایونت ها رو غیر فعال بکنید. که من مثلا من برای تریگرش اومدم مموری 0 و 2 گذاشتم که این مموری 0 و 2 همین ریستی هست که من اینجا براش در نظر گرفتم. خب صفحه فرمت یا اون شکل و ظاهری که میاد و این ایونت ها رو به ما نشون میده چند تا قابلیت داره که هر کدوم رو که شما تیک بزنین اون قابلیت به صفحه ایونت شما اضافه میشه. من اولی رو مثلا اومدم تیک زدم، اگر بتونید با همین آرایش در واقع استفاده بکنین میتونین از این صفحه عکس بگیرین که از همین بیاین توی برنامه خودتون استفاده بکنین. البته میگم قابلیت های دیگه هم داره که من نیاز ندیدم تیک بزنم چون خیلی شلوغ میشه صفحه ایونت من. خب اولا که شماره براش گذاشتم که مشخص بشه شماره چند این رخداد من، بعد اومدم زمانشو زمانی که در واقع اون رخداد اتفاق میفته رو گفتم به من نشون بده. خب خط دوم. بعدی اومدم زمانی که به اصطلاح من تاچ میکنم اون رخداد رو، اون رو هم گفتم به من نشون بده. این تاچ کردن کجا استفاده میتونه بشه؟ شما فرض رو بر این بگیرید که این برنامه رو اومدین برای یک HMI نوشتین و این HMI توی اتاق کنترل یا اتاق فنی یک کارخونه میخواد استفاده بشه. مثلا برای شیفت شب شما میاین این سیستم میاد کار میکنه و شب یک ایونت یا آلارمی رو میاد در واقع میده. فنی کار شما از این گزینه که باید اینو تاچ بکنه میتونید متوجه بشین که حالا که این اتفاق افتاده چقدر بعد فنی کار یا اون حالا مسئولی که اپراتوری که برای اون قسمت هست متوجه شده و اومده این آلارم رو به اصطلاح قطع کرده یا بهش رسیدگی کرده. اینجا شما میتونید این تیک رو اگر بزنی مشخص میکنه که کی اتفاق افتاده و کی اپراتور متوجه شده. گزینه پایینی هم مربوط هست به این که حالا که این اتفاق افتاده اگر حالا بعد از یه مدتی مشکلش برطرف شده و این ایونت پاک شده، شما بیاد زمانی که اون ایونت از بین رفته یا اون تریگر از بین رفته رو هم به من نشون بده. یعنی زمان برطرف شدن، حالا مثلا اسمشو میذاریم آلارم، یه آلارمی مثلا یه مموری فعال شده، یه کیوی فعال شده، اینو به عنوان ایونت ما گرفتیم. اولا که کی تاچ شده و کی این ایونت از بین رفته. بعد اومده حالت‌های مختلف فرمت زمان رو و تاریخ رو میتونیم بهش بدیم که من اومدم به صورت تاریخ و زمان خلاصه براش در نتیجه ثانیه و نمیدونم سال و اینا رو براش در نظر نگرفتم که خیلی شلوغ نشه و به طوری نشه که مثلا دیگه نشه اصل خود ایونت رو یا اون پیغامی که هستش رو بخونیم. خب یه تیک هم اینجا داره که اگر من این تیک رو بزنم ایونت هایی که اتفاق میفته و بعد از اینکه ایونت از بین پاک میشه یا مثلا مشکلش برطرف میشه کلا اون خط ایونت پاک، یعنی از بین بره، اینو اگر من تیک بزنم از بین میره. ولی اگر تیک نزنم بعد از اینکه ایونت اتفاق میفته و دوباره اون تریگرش صفر میشه خود اون رخ داده میمونه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض رو بر این بگیرین که یه اتفاق دیشب افتاده روی HMI و پای دستگاه هم کسی نبوده، اگر این تیک رو بزنی بعد از اینکه مشکلش برطرف بشه اون ایونت پاک میشه. ولی اگر این تیک رو من نزنم صبح که مثلا من اومدم میتونم بیام ببینم که دیشب مثلا چه ایونت هایی اتفاق افتاده. این به این صورت شما میتونید ازش استفاده کنید. یه قسمت اینجا دو تا تیک داره که اگر این تیک ها رو هم بزنین میاد اینجا ایونت رو براتون به صورت عمودی و افقی براتون تقسیم میکنه که ایونت های مختلف که اتفاق میفته با همدیگه قاطی نشه. که این دو تا تیک رو هم من اینجا اومدم براش در نظر گرفتم، رنگش هم گذاشتم زرد رنگ. خب من میام اینجا و
این تغییرات رو سیو و کامپایل میکنم و به برنامه دانلود میکنم و با همدیگه این ایونت ها رو اجرا میکنیم که من توضیحات بیشتر رو رو خود HMI خدمتون توضیح بدم. خب این ببینید الان صفحه HMI منه و هیچ ایونتی روی صفحه وجود نداره. من میام مموری 0 و 0 رو فعال میکنم. ببینید اگر دقت بکنید به مدت 1 ثانیه چون ما بوزر رو براش فعال کردیم میاد فعال میشه و شماره ایونت تاریخش و ساعتش رو میاد اینجا بر ما میندازه. اینجا هم نوشته رخداد 1 به عنوان ایونت. اگر من اینو تاچ بکنم ببینید اولا که رنگش عوض میشه و زمان تاچ کردن رو هم اینجا میندازه، میگه 4:55 اتفاق افتاده، شما 4:55 هم اینو تاچ کردید. حالا اگر این رخداد یا ایونت اگر از بین بره ببینید غیر فعال بشه، زمان از بین رفتنش هم دیگه بر ما میندازه. حالا همین حالت رو من میام برای ایونت 2 میذارم که زمان بوزرش رو گذاشتم 2 ثانیه، شما میبینید که خب به تبع زمان بیشتری میاد و برای ما بوق میزنه. خب در همین حالتی که رخداد شماره 2 هستش من ایونت 1 رو هم فعال میکنم. ببینید الان ایونت 1 هم فعال شده که به ترتیب میاد میندازه 0 1 2 و اونی که جدیدتره رو میاد بالاتر بر ما قرار میده. ببینید الان من هنوز ایونت 1 و 2 رو تاچ نکردم، یعنی نیومدم پای HMI. وقتی که فعال میکنم به این صورت برای من زمان تاچ کردنش رو هم میندازه. خب من یکم صبر میکنم تا ساعت 4:57 بشه، بعد میام شماره 2 رو هم تاچ میکنم که یعنی 1 دقیقه بعد من متوجه شدم که این ایونت اتفاق افتاده. ببینید الان اینجا که این فعال میکنم اینجا میشه 4:57. فونتاش هم اگر دقت بکنید ایونت 1 و 2 با هم دیگه فونتاش فرق میکنه، اول اون رنگی چیز بود بعد شد سبز، الان اگر مشکلشون برطرف بشه میشه آبی. پس رنگای مختلف رو به این صورت در نظر. یه بار دیگه ایونت 1، پس اول مشکی رنگه بعد میشه سبز، بعد که مشکلش برطرف بشه میشه به این صورت آبی، که حالا اگر خواستین شما رنگا رو میتونین براش تغییر بدین. روی هر کدوم هم که من اینجوری کلیک بکنم و ریست رو بزنم به این صورت، اون در واقع ریست نیست، باید گفت که این کلیر در واقع هست، پاک میکنه. من رو هر کدوم که میخوام کلیک میکنم و کلیر رو میزنم و پاک میشه. خب نکته دیگه ای که خیلی مهم هستش که اینجا باید در نظر داشته باشیم اینه که بهتره که کاری انجام بدیم که این ایونت ها با قطع برق از بین. شما فرض رو برای این بگیریم که شب این HMI وصل به PLC داره کار میکنه، شب اگر برق قطع بشه شما فردا صبح که اومدین اگر قرار باشه این ایونت رو پاک بشه خب به دردتون نمیخوره. خب برای اینکه بیایم و کاری بکنیم که این رخدادها پاک نشه کافیه که بیایم صفحه اول HMI و در قسمت Historical Event Store اینجا میتونیم این تیک رو بزنیم Save to External Device. خب میگه که شما بیا سیو بکن ایونت رو کجا، مثلا میگم روی HMI. اگر این تیک زده بشه زمانی که من برنامه رو سیو و کامپایل و دانلود میکنم اگر ایونت اتفاق بیفته، حالا چه ایونت برطرف بشه یا نشه، بعد از قطع برق اون ایونت ها روی صفحه تاچ باقی میمونن و شما میتونی ازش استفاده کنی. خب من اینو به سخت افزار دانلود میکنم و اگر اجازه بدین در ادامه یه فیلم سخت افزاری هم میام از خود HMI میگیرم و این قطع برق رو برای تو فعال میکنم که ببینین که چطور این تیک رو که زدم این ایونت ها روی صفحه HMI همچنان میمونه و من میتونم ازش استفاده کنم.